زینب زمان فعال حقوق زنان در واکنش به صدور حکم یک سال حبس ترزدی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور برای خود اعلام کرد که در مقابل مردم ایران و خانواده های دادخواه احساس سربلندی می کنم. ابوذر زمان برادر وکیل خانم زمان در توییتر خبر داد که شعبه 26 دادگاه انقلاب علاوه بر حبس و ممنوع خروجی به عضویت در سه دستجات گروه های سیاسی اجتماعی خودداری استفاده از گوشی هوشمند خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به روابط خیشاوندی محکوم کرده این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که زینب زمان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی محکوم شده و بر اساس حکم صادر شده یک میستاب مجازات حبس اجرا و باقی مانده به مدت پنج سال تعلیق شده است خانم زمان که در 19 فروردین توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و یک هفته بعد به قید وسیقه آزاد شده بود در توییت نوشت این حکم برای من یعنی در مقابل مردم ایران و به خصوص در مقابل خانواده های دادخواه سرم بلنده اون که دختر حسین زمان خواننده پاپ منتقد حکومت ایران است در مراسم تدفین پدرش در بهشت زهرای تهران بدون حجاب اجباری ظاهر شد این فعال امور زنان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی از حامیان معترضان بوده و بارها در شبکه های اجتماعی از آنها حمایت کرده بود. خرداد ماه امسال بعد از آنکه مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان و چند زندانی سیاسی زن از اجبار ماموران زندان مبنی بر برهنگی کامل پس از بازداشت خبر دادن، زینب زمان هم با انتشار چند توییت از تجربه مشابه خود نوشت. او اعلام کرد که پس از دستگیری یک بار در ساختمان بازداشتگاه و بار دیگر در دادسرا مأموران او را مجبور کردند که کاملا برهنه شود او در این باره گفت مزخرفترین بیمنطقترین و احمقانه ترین دلیل برای عادیسازی رنج دیگران اینی که بگی همه جا همینه هر جا رنجی به انسانی تحمیل میشه غلطه غیر انسانیه کسافت و جنایته علیرغم که مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند چند هزار نفر از متهمان اعتراضهای سال گذشته با عفو رهبر کثیف جمهوری اسلامی از مجازات معاف شدند اما در هفته های اخیر تعداد قابل توجهی از معترضان با احضار صدور حکم و دیگر برخوردهای غذایی مواجه شدند گزارش های رسیده از ایران است که مناطقی از تهران در بیبرقی فرو رفتن و در پی آن شماری از شرکت های رایانه ای خبر دادند که مرکز داده های آنها خاموش شده است همزمان شمالی از کاربران شبکه های اجتماعی هم از خاموشی کامل در برخی مناطق تهران از جمله سراسر بزرگراه مدرس خبر دادند سخنگوی صنعت برق مدعی شد که دلیل قطع برق برخورد سائقه به رله حفاظتی نیروگاه رجایی بوده برخی سکوها و پیامرسانهای داخلی نیز با اعلام اینکه مرکز داده های آنها برای دومین بار طی سه روز گذشته دچار خاموشی شد یادآور شدند که جمهوری اسلامی شرکت های ایرانی را ملزم به استفاده از مراکز داده داخلی می اما قادر به تامین برق آنها نیست مرکز داده که به دیتا سنتر هم معروف است بخش حیاتی در زیر ساخت های ارتباطی است نبود تجهیزات و امکانات لازم در دیتا سنترها باعث می شود در مواقعی که اختلال در شبکه برق رخ می دهد آنها هم برای مدت طولانی از کار افتاده و سرویس آنها مختل شود وبسایت زومید که در زمینه اخبار فناوری فعالیت می کند گزارش داد که افرانیت، آواوریت، و ابر آروان و آسیاتک دیتا سنتر هایی هستند که در نتیجه اختلال و قطعی برق دمایشان بالا رفته و خاموش شدند. بر اساس این گزارش مشکلات فنی و زیرساختی دیتا سنترها در چند ماه اخیر بی سابقه نبوده و به دلیل مشکل تامین برق دیتا سنتر بومهن پیام های ایتا، بله، سروش پلاس و شبکه اجتماعی ویراستی از دسترس خارج شدند. مسائل زیرساختی در حوزه ارتباطی ایران صرفا به عدم تأمین برق و خاموش شدن مراکز داده محدود نمی شود. در سالهای گذشته آتش گرفتن حوزچه های مخابراتی و فیبر نوری هم باعث قطعی در شبکه اینترنت کشور شد از جمله ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج در روز 13 اسفند سال 1400 قطع شد و مقام های مسئول دلیل اون رو وقوع آتش روزی در یک مرکز داده های اینترنت در تهران اعلام کردند ایران طی سالهای گذشته کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده است در سالهای گذشته به ویژه در ماههای اخیر شهروندان ایرانی از کند شدن سرعت اینترنت و اختلال در آن بسیار شکایت کردند اما قطع کامل اینترنت به دلیل وقوع مشکلات فیزیکی در مراکز فنی مربوط به اینترنت سراسری نیز بارها رخ داده است دیگر به نمادهای مبارزه نوجوانان ایران برای آزادی تبدیل شدند اما تقابل جمهوری اسلامی با کودکان و نوجوانان در جریان خیزش مردمی ایران تنها در خیابان نبود با گسترش اعتراض ها به مدارس به خصوص مدارس دخترانه نظام هم و در اقدامی غیر انسانی نیروهای سرکوبگرش را برای بازداشت دانش آموزان گسیل کرد که در نتیجه آن تهدید رو بودن نوجوانان ضرب و شتم و آسیب دیدن آنها بود تصاویر منتشر شده از حمله نیروهای سرکوب به مدارس دخترانه به دلیل از سر برداشتن هجاب اجباری از یک سو و ایستادگی دانش آموزان در برابر هجاب اجباری و سردودن شعار علیه نظام در مدارس و انتشار فیلم آنها در فضای مجازی سبب شد برای ارعاب دانش آموزان این بار موج تازهی به شکل مسمومیت در مدارس دخترانه به راه بیفتد. اگرچه جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت ریزی شده بودن این مسمومیت ها علیه دانش آموزان را نپذیرفته شواهد بسیاری در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد حامیان ولایت وقی در صف نخست متهمان این اقدام ها قرار دارند. تا پایان سال 1401 دست کم 800 دانش آموز دختر در جریان مسمومیت های زنجیری آسیب دیدند اما تنها پاسخ روشن نظام متهم کردن خود دانش آموزان و برخی والدین آنها به دست داشتن در این موارد بود. البته در مقاطعی برخی نمایندگان مجلس و مطلعان درون نظام به احتمال دست داشتن گروه های تون روی مذهبی در مسمومیت های شیمی دانش آموزان اشاره کردند و نخستین بار رسانه قوم نیوز با انتشار مصاحبه ای از این موضوع پرده برداشت. آنچه بر احتمال ارتباط این مسمومیت ها با اعتراض های دانش در سال 1401 می حضور برخی مدارس پیشگام خیزش در فهرست اولین مدارسی است که مسمومیت ها در آن گزارش شد. عداوت جمهوری اسلامی با نوجوانان و کودکان حتی پس از از بین بردن آنها نیز ادامه یافت به طوری که طی پنج ماه ابتدایی سال 1402 نیروهای امنیتی با ممانعت از برگزاری مراسم تولد قربانیان تخریب مزار آنان و فشار بر خانواده های کودکان قربانی و بازداشت و حمله به اعضای خانواده و نزدیکانشان تلاش کردند جنایت رویداده در سال گذشته را لاپوشانی کنند